The big ship. کشتی بزرگ. Ernest looked at his fleet of ships. ارنست به ناوگان‌ها و ناوگان‌هاش نگاه می‌کرد. Usually he used them for his firm, which imported marble statues from other countries. او معمولاً از اون کشتی‌ها برای شرکتش استفاده می‌کرد که مجسمه‌های مرمری رو از دیگر کشورها وارد کنه. But today he was going fishing. اما امروز می‌خواست بره ماهیگیری. And the ship he chose was his favorite. و کشتی که انتخاب کرده بود کشتی دلخواهش بود. It had an elaborate painting on the side that showed a naval battle. اون کشتی یه گوشه‌اش یک نقاشی رو نشون میداد از جنگ دریایی. It also had some new updates to its computer system. و همچنین یه چند تا آپدیت جدید برای کامپیوترش سیستم کامپیوترش داشت. His favorite ship's latest acquisition was a device with a small grid to show the ship's exact location. آخرین یافته دلخواه کشتیش یه وسیله‌ای بود که با یه شبکه کوچیک که نشون میداد محل دقیق کشتی رو. This new accessory kept Ernest from getting lost. این وسیله فرعی ارنست رو از گم شدن در دریا حفظ میکرد. At daybreak, Ernest happily sailed the temperate waters until he was far from land. در سپیده صبح ارنست با خوشحالی حرکت کرد از آبای ملایم. Then he saw a small boat in the distance. تا اینکه از خشکی دور شد. Distance. سپس او یک کشتی خیلی کوچک رو در فاصله دید. There was an old man standing next to its mast. یه پیرمرد بود، ایستاده بود بغل دکل کشتی. He was waving his arms in the air. دستش رو هوا اونطور میچرخون. There was also a boy with his head hanging over the boat's edge. و همچنین یه پسره بود که سرش آویزون بود از کشتی لبه قایق. Ernest inferred that the boy was suffering from nausea. Ernest اینطور برداشت کرد که بچه حالت تهوع بهش دست داده. Both of their clothes were saturated with seawater. هر دوی اونها لباساشون خیس شده بود با آب دریا. Ernest assumed that they were in trouble. Ernest فکر کرد که اونها دچار مشکل شده. Most people never realized, but Ernest had an innate desire to help people. خیلی از افراد اصلا اهمیت نمیدن یا نمیفهمن این چیزا رو، اما ارنست یک علاقه ذاتی داشت به کمک کردن به مردم. He began sailing toward them. شروع کرد حرکت کردن به طرف اونها. Eager to facilitate their rescue and thus solve their dilemma. مشتاق بر آسان کردن در نجات دادن آنها و برای حل مخمصه‌ای که آنها درشون افتاده بودن. As he got closer to the boat, he was shocked by its simplicity. وقتی نزدیکتر به قایق شد متعجب شد از سادگی اون کشتی. The boat's wood looked no stronger than cardboard and the equipment was old. قایقه چوبی به نظر محکم نمی اومد و محکم نبود، محکمی اون اندازه مقوا بود، یعنی استقامت و محکمیش، و وسایلش هم که داخل کشتی بود، وسایل قایق هم کهنه بود. Still, there were several large fish in a pouch in the boat. با وجود این چند تا ماهی بزرگ داخل کیسه بود داخل قایق. Ernest threw a large package onto the boat. Ernest یه بسته خیلی بزرگ انداخت تو قایق. He yelled, "Here, you can inflate this boat to get you back to land." بفرمایید اینو بردارید، پرباد کنید و برگردید به خشکی. این قایق رو بردارید، پرباد کنید، برگردید به خشکی. Ernest فریاد کشید. "Get out of here!" screamed the old man. پیرمرد گفت از اینجا دور شو. Ernest was confused. Ernest گیج شد. Don't you need help? کمک احتیاج ندارین؟ Your ship doesn't seem adequate enough to sail so far away from land.
کشیتون به نظر مناسب نیست به اندازه کافی تا باش برید این همه دور از کشتی از خشکی. You've just scared away a huge fish, the boy said. شما یه دونه ماهی بزرگ رو ترسوندید و فراریش دادید، پسر گفت. We waved to let you know you were too close to us. ما دست تکون دادیم که بهتون بگیم که شما خیلی به ما نزدیکین. Ernest turned around and headed home. He learned that it's better not to help unless asked to. Otherwise, you might not help anyone at all. ارنست برگشت طرف خونه، کشتی رو برگردون به طرف خونه و او یاد گرفت، فهمید که بهتر است که کمک نکنی به کسی مگر اینکه ازت بخوام. در غیر این صورت ممکن است که اصلا کمک نکنی بهشون و حتی مزاحمشون باشی. بیم درس 15 هم دشیر چپ. Thank you.